سلام و درود دارم بر تمامی هموطنان بسیار عزیزم در تمامی جهان، خاصه در ایران. از برنامه امروز و فردای ایران در تلویزیون ایران فردا، در دو سه روز گذشته شاهد خبری بودم که خیلی منو مجدداً تحت تاثیر قرار داد. اون خبر این بود که در مشهد مامورین دو تا دختر بچه 10 ساله رو تعقیب کردن و بازداشت کردن و با خودشون در ماشین هاشون بردن به دلیل اینکه حجاب هاشون مناسب نبوده. به یک باره این خبر تداعی کرد زمانی رو که ما امروز درش داریم زندگی میکنیم و سالهای 37 سال انقلابه. 37 سال از انقلاب اسلامی در ایران گذشته و من مثل برق و باد، مثل سرعت نور از جور چشمم گذشت که واقعا توی این 37 سال چه گذشت؟ بر مردم چه گذشت؟ من اگر مردم رو دو دسته بکنم در این طی این سالهای 37 سال گذشته، 4-5% اینها به حال حکومتگران هستند که در رأس قدرت نشستند، ثروت اندوختند، همه جور فکر میکنند که با این ثروتی که به وجود آمده میتونن که آیندهی رو برای خودشون بسازن. شاهد این هستیم که به هر حال تونستن یک ایدئولوژی رو به زعم خودشون به پیش ببرن، تونستن که مردم ایران رو نادیده بگیرند و در اون 4-5% که خودشون هستن همه چیز رو خلاصه بکنن. گروه دوم رو من تمام مردم ایران میشناسم، یعنی اون 94-5% مردم ایران. یه وقت بلا فاصله من نگید که خب اینها چند میلیون، 8-10-12% یعنی حدود 10-12 میلیون از اینها کسانی هستند که طرفدار رژیمن. از اونها هم باشون غریبه نیستم، میشناسم، میدونم که اونها هم هستن، ولی واقعیت اینه که اونها رو در رده کسانی میشناسم که حقوق بگیر هستند، در همه حکومت های این چنینی وجود دارن، بلافاصله بر میگردن. همونهایی که شعار بر له حکومت میدادن فردا اگر تغییری پیدا بشه، چون آمادگیش رو دارن، بر علیه همین حکومت شعار میدن. اونها مورد نظر من نیست، من اون مجموعه مورد نظرمه که اسمش رو مردم ایران میگذارم که در این 37 سال دارم بهش نگاه میکنم. اون مجموعه ای که فقط همون مسئله دو تا دختر بچه نیست که گرفتن و بردن و معلوم نیست کجا بردن، معلوم نیست چه بلایی سرشون آمد، معلوم نیستش که آیا به لیست آستان قدس رضوی اضافه شدن، عکسشون رو برای مردها دیگه حالا در اختیار میگذارن. هیچ کدوم اینا برام مطرح نیست. برام مطرح کلیت یک مجموعه ایه که جامعه ایران نام داره، کلیت مجموعه ایه که در این 37 سال بر میخوریم به این که 1 میلیون کشته دادن، چه در جنگ، چه در اعدام ها، چه در خشونت ها، چه در تجاوز ها، همه جا و همه جا. من ببینید، واسه اینکه بیشتر از خودتون مجسم بکنید، به گوشه ناخونتون نگاه بکنید که اون ریشه ها بعضی وقتا که در میاد و کنده میشه، اون خونی که میزنه بیرون، اون لحظه ای که شما رو اذیت میکنه، اون دردش، این رو ترمیم بدید به اون کسانی که بچه هاشون رو از دست دادن، همسراشون رو از دست دادن، پدر و مادراشون رو از دست دادن. برگردید به اونجایی که به هر حال من بازم اون دوتا بچه رو بهانه کردم، چون واقعیت قضیه اینه که از این دوتا بچه ها بسیار تو جامعه ما وجود دارن. ولی اونجایی که من مسئله بچه هاست بیشتر، من مسئله بچه ها رو
آینده مملکتم میشناسم. توی برنامه قبلی وقتی که در مورد ژاپن صحبت میکردم و در مورد مدیر مدرسه که نیم ساعت قبل از بچه ها غذاها رو میخورد که ببینه سالمن یا سالم نیستن، بچه ها اذیت نشن، وقتی ازش میپرسن که چرا این کار میکنی، میگه برای اینکه اینها آینده ژاپن هستن. به همین دلیل من حساسیتم روی این بچه ها خیلی خیلی زیاده. ما اگر که یه خود بیشتر جلو بریم، 50 و چند میلیون از جمعیت ما زیر 40 ساله. به هر حال همه اینها اکثریت قریب به اتفاقشون توی این حکومت به دنیا آمدن، مسائل این حکومت رو دیدن، با مشکلات این حکومت دست و پنجه نرم کردن. همه اینها رو وقتی که ما نگاه میکنیم، بحث تعقیب و مراقبت اون دوتا بچه نیست، اون دوتا دختر بچه کل دخترها و زنای ایران هستن، کل زندانی های ایران هستن، کل اون بچه هایی هستن که امروز تو خیابون ها اسمشون بچه کاره، اسمشون به هر حال بچه خیابونیه، به اونهایی هستن که تو کارتون ها میخوابن، اونهایی هستن که دچار یک اعتیاد شدن. این چندین میلیون معتاد و خانواده های معتاد رو در نظر بگیرید. اینها همه کارنامه این نظام جمهوری اسلامی، اون روسپیگری که امروز در جامعه ایران مطرح میشه. من یاد کتاب ها و مقالات دکتر سعید مدنی میفتم که الان در زندان به دلیل اینکه همین مسائل رو مطرح میکنه. ببینید وقتی که ما بر میخوریم به همین بحث روسپیگری، بحث اعتیاد، بحث روسپیگری، روسپیگری اون زنی نیست که به دلیل فقر ناچار شده بدن خودش رو بفروشه، اون بدن مال خودشه، ولی اون نگرانی هایی که تو جامعه ما وجود داره که اون میخواد که زندگیش رو، زندگی بچه هاش رو، شوهرش رو حتی به دلیل بیکاری هاش تأمین بکنه، اون روسپیگری اسمش نیست، اون احتیاج اسمشه. ولی این ماحصل و کارنامه یک نظامه، این روسپیگری یک نظامه، این روسپیگری یک زن نیست. این روسپیگری وقتی که تاریخ این 37 سال رو نگاه میکنیم، وقتی که توی همه تحقیقاتی که توی ایران انجام میشه به وسیله کارشناسان مستقل، وقتی که میگن حدود 16% زنان روسپی کسانی هستند که شوهر دارن، بیشترشون با اطلاع شوهر، و اونهایی هم که اگر شوهراشون اطلاع ندارن چشم خودشون هم میذارن، فقط برای ادامه زندگی است. بازم دارم میگم اینا روسپی نیستن واقعا. این روسپیگری، روسپیگری یک نظام حکومتی است، یک نظام ایدئولوژیک مذهبی است. ولی برگردیم به همین 37 سال، به همین 37 سالی که خیلی راحت ما نگاه میکنیم میبینیم که در حکومتی که خیلی ها به دنبالش بودن، حالا نمایندگانشون به عنوان رهبران ارسالی به خارج از کشور میان و از اون حکومت قبلی خودشون که اسمش اصلاحات دفاع میکنن، در همون حکومت اصلاحات بهش نگاه بکنیم. در اون زمان، در آخرین دوره آقای خاتمی، اساسنامه خانه های عفاف به مجلس برده شد. خانه های عفاف میدونید یعنی چی؟ یعنی همون بچه هایی که به این سرنوشت دچار شدن، به جای این که پیشگیری بکنن در علوم پزشکی، پیشگیری مهمتر از درمانه، به جای این که پیشگیری بکنن، اومدن خانه های عفاف درست کردن. خانه های عفافی که مسئولیتش از یک وزارتخونه بزرگتره، چندین و چند معاون داره، اینها عکس و مشخصات و اندازه کمر و غیره و غیره دخترها و زنها و زنهای شهید رو میگیرن و ارائه میکنن برای کسب درآمد. ببینید، باز برگردیم به این که میخواییم سوال بکنیم که این 37 سالمون چی شد؟ این 37 سال عمر دوتا نسله. این 37 سال زمانی است که به هر حال امروز برای اینکه به این کارنامه نگاه بکنیم، ما ناگزیر هستیم که از اونهایی که رفتن مجددن کاندیدای نمایندگی مجلس و خبرگان شدن، از اونها سوال بکنیم
که چجوری مجددا شما چی فکر کردید؟ حالا اونهایی که با حکومت هستند رسما عمامه ای دارند یا بدون عمامه هم فرقی نمی کنه، اونها به کنار، اونهایی که آمدن و تبلیغ کردن که بیاید و در انتخابات رأی بدید و کاندیدا بشیم، باز به اون قسمت خارج از کشوری هاشون ارسالی های حکومت کاری من ندارم، به اونهایی که تبلیغ میکنن کار دارم، به اونهایی که تشویق میکنن کار دارم، به اونهایی که پول خرج میکنن کار دارم، به اون کسانی که به هر حال استاد و نمیدونم غیره هستن در داخل و خارج از کشور، لقب استادی لقب پرمحتوا و پرمعنایی بود. امروز در این مجموعه ای که امضا میگذارن، عنوان استاد هم میگذارن، از این حکومت حمایت میکنن و همه چیز رو موکول به این میکنن که با رأی دادن درست میشه، بیایم سوال کنیم این حق رو اگر که ما رسما نداریم در داخل خودمون داریم، بیایم سوال بکنیم که کدوم یک از این جناح‌ها، کدوم یک از این مسئولین، چه اصلاح طلب، چه محافظه‌کار، چه تندرو، چه غیره، چه هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، در طی این سال‌های حکومت آمدند و برای مردم، برای منافع ملی فکری رو کردن، کدوم یک اومدن در دورانی که آقای روحانی همین دوره اخیر در دو سال گذشته که ایشون آمدند با همه شعارهایی که مطرح کردند بپرسند چه اتفاقی افتاد که در یک سال گذشته متجاوز از 1000 نفر اعدام شدند توی ایران، تازه اونهایی که مشخص شد و اعلام شد، نه اونهایی که سربنیست شدند، نه اونهایی که خبری ازشون نیست، نه اونهایی که معلول جنگ 8 ساله بودند و معلولان این نظام از هر جهت و کوچکترین رسیدگی بهشون نمیشه. یادمون باشه از امریکا و فرانسه و ایتالیا ایراد نگیریم. من اگر جای آقای پرزیدنت اوباما، جای آقای پرزیدنت اولان یا نخست وزیر ایتالیا بودم همین کارو میکردم، برای اینکه من مسئول مملکتم هستم، من برای مردمم کار میکنم. منظورم اون رؤسای جمهوریست که قراردادها رو با اینها میبندن. مسئله اینه که ما چی هستیم؟ ما که یه تعدادیمون با وجود کم بودن اسمشون شده اپوزیسیون. این اپوزیسیون کیه؟ این اپوزیسیون فقط اون آدمهایی نیستن که جلوی دوربین و میکروفون مینشینن. این اپوزیسیون یک مجموعه ایه که باید بهش بها داد، همونطوری که ما به یک پزشک یک کابینه داره، یک آرشیتکت یک کابینه داره، یک دفتر داره بهش مراجعه میکنه، اپوزیسیون باید همین شکل رو پیدا بکنه. بیاین به خودمون برگردیم، قبل از هر نوع رأی دادنی، قبل از هر نوع حمایتی این سوالات رو مطرح بکنیم که تکلیف ما تو این 37 ساله چه بوده، کجا بودیم، چی کار کردیم با این فجایعی که توی این نظام به وجود آمده، چه سرنوشتی برای ما رقم میخوره. به من میگن که چرا جلوی دوربین تو نمیخندی؟ واقعا فکر میکنید که باید بخندم؟ واقعا اگر که بخندم شما راضی میشید؟ مطمئنم چنین چیزی نیست. تا برنامه بعدی که با هم باشیم سپاسگزارم.